مقلدی بیش نیستند. مجتهد کسی است که بتواند حرف جدیدی ذکر بکند. شما چه حرف تازه‌ای مطرح کردید؟ نظام که افسار تقلید در سر افکنده و گردنشون قلاده تقلید انداختن و بعد کارشون چیه؟ نفی درویشان. درویش کیه؟ درویش اینجا صوفیان، عارفان اسمی است که هم بلندران تو شعر حافظ و بلندری که به کار میبره. اینجا میگه درویش، درویش خودشه. یعنی میگه منی که آمدم بحث از علم باطن کردم، بحث از عرفان کردم، اینجوری توسط سه گروه دانشمند، نمایان، متکلمان و متشرعان ولی از شرع مرتحت فشار قرار گرفتن و دائما اینا میخوان با من چه بکنن؟ دائما میخوان بگن آقا تو بیدینی، تو خارج از مذهبی، در حالی که چیزی که من دارم میگم حرف خدا و پیغمبر و عقل است. ببینید میگه اینها، این مسلک انبیا و اولیاست. آیا انبیا و اولیا یعنی پیغمبر و ائمه فقط ظاهر قضایا را میگفتن؟ یک باطنی هم داشت. خب من دارم همون باطن رو میگم برای شما، وقت شما به خاطر این اشاره من به باطن عملا منو تحمل نمیکنید، من باید باشم برم تو غار زندگی بکنم یا باید برم تو کهک قم زندگی بکنم. خب این اصطلاح نکته دوم بود. نکته سوم نکته ایست که میگه که بله، شما میگید که ما به مبدا اعتقاد داریم، به معاد هم اعتقاد داریم. خب اگه شما به معاد اعتقاد دارید، معاد یعنی بازگشت به خداوند، یعنی روز جزا، یعنی روزی که به حساب ما رسیدگی میشه. میدونید کسانی که منکر معاد هستن خیلی بیشتر از کسانی است که منکر خدا هستن. چرا؟ برای اینکه خدای بدون معاد خیلی مشکلی نداره، بالاخره خدا عشق است، میشه باش کنار اومد. اما اگه گفتیم معاد هست، در اون صورت بین کسی که صالح هست و کسی که کار ناصواب انجام داده باید یک فرقی باشه. لذا هم در قرآن هم در انجیل کسانی که منکر معادن خیلی زیادتر از کسانی هستن که منکر خدا هستن. بعد میگه شما میگید ما قائل به معادیم. بسیار خوب، اگر کسی بخواد به معاد قائل باشه، کی قراره بره آخرت مورد حساب و کتاب قرار بگیره؟ بدن که خاک میشه، این روح آدمه. یک کسی باید اونجا باشه که من باشه. من کیم؟ من که بدنم نیستم، هر 5 سال سلولای ما همش عوض میشه. پس یک کس دیگری، یک کسی باید باشه که وقتی قراره حساب رسی بشه پاسخگو باشه، بگیم خودتی، منم که در دنیا چنین کردم یا چنان کردم. او روح منه، او نفس منه. یا تو شما نفس رو میشناسید؟ در کدوم کتاب کلامی اومدین یک بحثی در مورد خودشناسی که حالا امروز میشه روانشناسی، خودشناسی شما بحث کردید؟ این خودشناسی که میگیم اگر کسی خودش را شناخت خدایش را میشناسد، خیلی چیز مهمی تو هم تو عرفان مهمه، هم تو علوم جدید. الان بحث اینه که شما هویت انسانی تو اول درک میکنی یا نه. بر صورت میگه که شما در خودشناسی بسیار ضعیف هستی، اصلا خبر ندارید که خودشناسی یعنی چی. نکته چهارم، دوباره ایشون یه حمله دیگری میکنه، حملاتش حملات جدیست. حالا تو که هنوز مقدمه و وارد زل مقدمه نشده، ای عزیز دانشمند، ای متکلم خودپسند، حالا هم عزیزی هم خودپسند، ای متکلم خودپسند، تا کی و تا چند خال وحشت بر رخسار الفت نهی و خاک کدورت بر دیدار وفا از سر کلفت پاشی و در مقام رد و سرزنش و جفا با اهل صفا و اصحاب وفا باشی و لباس تلبیس و ریا و قبای حیله و دغا در پوشی و جام غرور از دست دیو رعنا بنوشی و در ابطال حق و ترویج باطل و تقبیح دانا و تحسین جاهل بکوشی. ادبیات فاخری است و معنای فاخرتری. ببینید فقط آخرش رو من حالا کلمه به کلمش بخوام بگم طول میکشه، اما ببینید تقبیح دانا، تحسین جاهل. در جامعه ای که دانا تقبیح بشه، زشت شمرده بشه و جاهل
بهش بگن بارکلا، جایزه بدن، تحسینش بکنن، این جامعه جامعه رو به سقوط. میگه من که دانای زمانه خودم بودم، با من چه کردید؟ و اون جاهلانی که الان صدرنشین هستن چی میدونن؟ بعد ادامه میده، میگه که تو در آن فکری همیشه با شتاب، که نباشد فرق از تو با دوا. تو توی جایی هستی که با چهارها هیچ فرقی نداری. اشتباهی اسمتو گذاشتن آدم. آدم کسی است که به خودش و آخرتش و خدایش فکر کنه. تو همش به فکر جاه و مقام و لذاتی، مگر دواب چارپایان جز این فکر میکنن. بعد میگه شما سقف تفکرتون بیش از این نیست که به دنیا بیاندیشید. شما را چه به آخرت، همان بهتر که چنین کسی به کسب دنیا مشغول شود. اگر کناس نبود در ممالک، فتادی مردمان اندر محالک. کناس، حالا این معنای خیلی مؤدبانه‌اش یعنی کسی که خس و خاشاک رو جمع میکنه، جارو میکنه. معنای دقیق‌ترش یعنی کسی که چاه فاضلاب رو پاک میکنه، چاه دستشویی رو پاک میکنه. بعد میگه که اگر کناس نباشه، خب کثافت همه جا رو برمیداره، اوش همه جا رو میگیره. کار شما کناسی است، شما را چه با لاهوت و ملکوت و جبروت. این نحوه تعبیری که میکنه، تعبیرش تعبیر درستیه، منتها خیلی متوجه نمیشن. دارن کناسه میکنن و فکر میکنن که کار خیلی بزرگی دارن انجام میدن. اکنون آماده باش. حالا بهشون اولتیماتوم میده، این مقدماتو میچونه. میگه من تا حالا ساکت بودم، تا حالا چیزی نگفتم، حالا میخوام پتتون رو بریزم رو آب. اکنون آماده باش ای دانشمند خودپسند، که رخصت خطاب آمد و مهر سکوت از درج دهان و حقه جواهر جان برخاست. پس بدان ای دشمن دوست نمای راه خدا، و ای منکر سالکان و همراهان با صفا، که اعظم اسباب تو را و دیگر اهل شید و ریا و علمای دنیا را بر مذمت حکمت و انکار حکمای به حق و صوفیه، عداوت اخوان صفا و تجرید و اصحاب وفا و تفرید می دارن. میگه که شما دارید با من مبارزه میکنید، شما با راه من مخالفید، شما با فکر من مخالفید، شما با کشف و شهود مخالفید، شما خودتون رو در اون ظواهر محبوس کردید و دارید تخم عداوت می افکنید با اخوان صفا، با برادران مهربانی و محبت. اخوان صفا اسم یکی از نهله های فلسفی عرفانی قرون سوم چهارم هم بودن، قبل از ملا صدر، قبل از ابن سینا. میگه شما دائما دارید تخم خصومت در شاهراه یقین می افشانید، اما اینها باعث نمیشه که ما از راهی که داریم پیش میریم فراموش کنیم. بعد اینجا توی مقدمه به اون سه اصل اشاره میکنه که من قبلش برای شما توضیح دادم. میگه که این سه اصل سر اژدهاست. تعبیر خودش میگه که ببینید، میگه دیگر اصول و مبادی شرور که رؤوس ثعابین جور و شقاوت و سرهای تنین عذاب گور و قیامت هند. از واژه‌اش کم سخته، میگه که بقیه شرور که هر شر شما میشناسید به یکی از ستا که من گفتم برمیگرده. ستا چی بود؟ جهل به نفس بود، خوب به جاه و مقام و مال بود، و سومیش هم پیرو تلبیسات شیطان و نفس اماره شدن. این ستا میگه اصل است. همه دیگه اینها ثعبان یعنی اژدها. این سرهای اژدهای دیگه، تنین هم یعنی اژدها، اینها همگی برمیگردن به ستا. این ستا رو اگر شما بشناسید بقیه و بتونید افسارشون بکنید، مهارشون بکنید، دیگه کار تمومه و میتونید پیش برید. بعد میگه هیهات هیهات از خود چگونه توان برید. میگه فکر نکنید این مارها در وجود شماست، الان این مارها رو نمیبینید،
وقتی رفتید آخرت یوم تبل سرایر شد اون وقت حجاب ها برداشته میشه وقت شما میبینید غیر از مار غیر از اجدا هیچ نیستید کسی رو نمیتونید مذمت بکنید خودتون رو مذمت کنید شما توی دنیا چی پرورش دادید اجدا پرورش دادید اجداهای نفس خودته نفس را 900 سر است و هر سری از فراز چرخ تا تحت فرا نفس اژدرهاست او کی خفته است از غم بی‌آلتی افسرده است میگه اگر الان کاری نمی‌کنی افسرده ای الان وقت دیگری پیش میره که تو وقت خود اژدها رو می‌بینی با عین الیقین و خواهی دید که خودت چه کار است تو این مقدمه رساله بود و دانستید که رساله انتقادی بسیار تنده درباره علمای ظاهری که همچون تضییقاتی رو برای همچون مردان بزرگی ایجاد کرده اما شرح اصل اول این فصل اول و باب اول رساله است که اون جهل به معرفت نفس این واقعی درسی برای من و شما هم داره ما هر زمان میخوایم بریم ساعتها بالاخره دقایق ساعتی به آینه نگاه میکنیم خودمون رو نگاه میکنیم بدنمون رو نگاه میکنیم سوال مولا صدرا از من و شما اینه آیا شده تا حالا شما به آینه معنوی هم نگاه کنی و خودت رو روحت رو هم اونجا ببینی بله من این صورت میتونه صورت زیبا باشه میشه این صورت رو آرایش کرد اما صورت معنوی ما هم نیاز به آرایش و پیرایش داره یا نداره اون صورت معنوی از صورت ظاهری خیلی مهمتره بعد میگه که ببین پیغمبر ما گفته من عرف نفسه و فقط عرف ربه هر که خودش را شناخت خدایش را شناخته میگه منم به عکس نقیض میگم پس هر که خودش را نشناخت خداش را هم نشناخته شما خودتون رو نمیشناسید چطور ادعا میکنید خدا رو میشناسید میگه کسی که خودش را نشناسد اولئک کالانعام بل هم اضل است یعنی چارپا بلکه پایین تره یعنی از دام هم پایین تره است کسی که خودش را نشناسه کسی که حالا تعابیر قشنگ قرآنی کنار هم میذاره میگه سمون بخون امیون فهم لایرجعون یعنی کور و کر و نمیدونه داره چه کار میکنه خب کسی که خودش رو نمیشناسه صفات رو داره و کسی که خودش رو فراموش بکنه خدا هم فراموشش میکنه بعد میگه نسوا الله فنساهم انفسهم اونا خدا رو فراموش کردن خدا هم اونها رو خود فراموشانید یعنی خودشون رو از یاد خودشون برد خیلی چیز مهمیه یعنی اگر شما رابطه برقرار میشه من خودم را نشناسم خدا را هم نمیشناسم بعد از اینجا وارد میشه میگه که شما در این علوم رسمی که دارید تدریس میکنید چه مقدار به خودشناسی پرداختید مهم تدریس این امور نیست مهم رسوب کردن اینها در خودتونه اینکه نشون بدید واقعا متحول شدید تحول درونی در خودتون ایجاد شده تا بخواید دیگران رو متحول بکنید آزادی هر دو کون میخواست دلم در بندگی نفس و هوا پیر شدم وقتی آمده بودم مدرسه میخواستم که از هر دو کون آزاد بشم رها بشم الان بنده نفس و بنده هوای نفس شدم و پیر شدم و بنده هستم و هرگز آزاد نشدم میگه این حال روز شماست آیا شما چنین کردید توانستید آزاد بشید رها بشید یا نه بعد دوباره پردازه به عالمان بی علم ناسکان بی معنا نمیگه عالمان بی عمل ملا صدرا بالاتر از اینه میگه عمل پیشکش قدمه تو علم نداری علم واقعی اینه که تو خودت را بشناسی بعد بگی خدا رو میشناسم و آخرت رو تو اصلا با بسم اللهش که خودت باشم نمیشناسی چه برسد حالا به مطالب بعدی حساب میگه که اکثر عالمان بی علم و ناسکان بی معنا آخرت را به عین دنیا تصویر کردن و فکر کردن با این عبادات بدنی که به جا می آورند به حقیقت و تحول رسیدند در حالی که چنین نیست اینها صرفاً به قالب‌ها، فرم‌ها و صورت‌ها عاشق شدند. چون به عالم اینا دلشون به صورت، فرم، ظاهر رو خوش کردند، از باطن رها کردند. بعد میگه ایشان فی الحقیقت از ناسیان حقند، نه ذاکران.
اسم خودشون میگن ما ذاکریم. تو کجا ذاکری؟ تسبیح انداختن که معناش ذکر نیست. آیا این امر به قلب تو راه پیدا کرده؟ به زبان تو، لغلقه زبان تو، تو خدا رو فراموش کردی، چون خودت هم فراموش کردی. تو کجا اسمش میتونی ذاکر بگذاری؟ این گروه از یاد خدا غافلانند، کجا از اهل دلانند؟ این گروه کیا هستند؟ همون متشرعان بیشتر، همون متکلمان خارج از ثواب، همون دانشمند نمایان. میگه اینها از یاد خدا غافلند، کجا اهل دل هستند؟ دل در خدا در دل ماست، نه در روی زبان ما. اگر ذره ای از نور معرفت در دل ایشان تابیده می بودی، کجا در خانه ظلمه و اهل دنیا را، در خانه ظلمه و اهل دنیا را قبله خود می ساختند و همیشه با نفس و هوا نرد محبت می باختند؟ این انتقاد شما کمتر تو کتاب دیگه می تونید پیدا بکنید. میگه اگر اینها نور معرفت خدا تو دلشون رفته بود، در خانه ظلمه، ظلمه کیه؟ خب شاهان دوران خودشون، رهبران، کسانی که آمدند ادعای هدایت جامعه میکنند و به جای ظلم دارن به مردم میکنند. میگه اینها در خانه ظلمه رو و اهل دنیا رو، ثروتمندان رو قبله خودشون کردن. قبله یعنی چه؟ شما تو داری نماز میخونی، نمازت به سوی مکه نیست، به سوی کعبه نیست، تو نمازت به سوی قطب قدرت و ثروت دوران خودته. همیشه داری با نفس خودت، با نفس امارت و هوای نفست نرد محبت میبازی. تو کجا میتونی اسم بگی من اهل ذکر و اهل خدا هستم؟ مکن طاعت نفس شهوت پرست که هر ساعتش قبله دیگر است. مگر کس تنعم شکیبا شوی، وگرنه ضرورت به درها شوی. میگه که از نفس شهوت پرستت اطاعت نکن. و هر ساعتش قبله عوض میکنی. هر روز بالاخره یک کسی اهل دنیاست، اهل قدرت، اهل پوله، تو هم میخوای از اون استفاده بکنی، بادبان گذاشته به سمت اونا میری، تو به سمت کعبه نیستی که. اگر از اهل صابر باشی نسبت به تنعمات، دیگه از این در، از در این سلطان به در اون ثروتمند رفتن رها میشی و دیگه در خانه خدا رو میچسبی، نه در خانه بنده خدا رو. وگر خود پسندی شکم تبله کن، در خانه این و آن قبله کن. شعر مال سعدیه. میگه که اگر خود پسندی، تبله کردن شکم یعنی شکم بارگی، یعنی توفیلی بودن. میگه اگر خود پسند هستی، بسیار خوب، توفیلی این و آن باشو یا شکم باره باشو. در خونه اینا اونو قبله بکن. به جایی که خونه خدا رو قبله بکنی، در خانه اهل قدرت و سلطان و رهبر رو قبله بکن، به سمت اونا نماز بکن. و همچنین است حال آنها که خود را از علما می شمارند و روی از جانب قدس و طلب یقین گردانیده متوجه محراب ابواب سلاطین شدند. ببینید ملا صدرا اصفهان نموند. حتی استادای خودش بسیار مورد توجه شاه عباس و دیگران بودند. ملا صدرا حاضر نشد این جاه و جلال ظاهره رو بپذیره. حالا داره میگه که آنها که خود را از علما میشمارند، روی از جانب قدس، مقدس، خدا، پیغمبر و طلب یقین، یعنی راه باطن، عرفان، آخرت گردانیده، متوجه محراب ابواب سلاطین شدند. شاه پرست شدن. شما دارید مجیز شاه میگید، مجیز قدرت مسلط زمانه خودتون میگید و ترک اخلاص و توکل کردن، طلب روزی و توقع آن از دیگران مینمایند. خب چه معلومه که این فردی متوکل نیست. چگونه نام خود عالم و دانا نهد کسی را که دسور و زوال دنیا و فنا و ارتحال آن را نداند؟ و ادامه میده، میگه چه شما چطور میتونی؟ من علم باطن رو تو عمل شما دنبال میکنن. وقتی شما دارید با ظلمه همکاری میکنید و زبان به نفع اونها میچرخانید، معلوم نور این علم در قلبتون نفوذ نکرده. امارت با سرای دیگر انداز که دنیا را اساسی نیست محکم.
برو فکر دیگری بکن. این دنیا امروز با تو از فردا بر تو است. بعد میگه که شما هر روز دارید با کسانی نشست و برخاست میکنید که مرده دلند. اگه میخواد زنده دل بشید باید با دل زنده ها نشست و برخاست بکنید. تو میرید توی دربار میشینید. میری پیش با شاه نشست و برخاست میکنید. میری با ثروتمندان بالا نشست و برخاست میکنید. اینا زنده دلند یا مرده دلند؟ و وقتی تو با اونا همنشین شدی کمال همنشین در تو اثر میکنه، تو هم مثل اونا مرده دل میشی. برای همین دلهای شما مرده است، چون همنشینانتون دل مرده هستن. کسی از مرده علم آموخت هرگز؟ ز خاکستر چراغ افروخت هرگز؟ میگه تو با این مرده ها میشینی، حالا بخوای با اینها از اینا زندگی بیاموزی؟ از تو خاکستر آتیش برمیاد، چراغ در میاد؟ و معلومه نه. هر آن دلی که در این خانه زنده نیست به عشق، بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید. و میگه تو شماها این عشق نیست، شما مرده اید و خودتون هم نمیدانید. خب این فصل اول ما. اما فصل دوم، البته بقیه فصل ها به این طولانی نیست، ولی انصافاً فصل اولی که از قشنگترین و فاخرترین متون فارسی انتقادی و عرفانی بود، هم عرفان بود هم انتقادات سیاسی اجتماعی داشت و هم به لحاظ ادبی بسیار قشنگ. اصل دوم حب جاه و مال و میل به شهوات و لذات و سایر تمتعات نفس حیوانی است. ببینید برخی حیوانات هم چیزا رو دارن، بالاخره ما داریم، اونا هم دارن، ما در یک اموری با اونا مشترکیم دیگه. حالا حضرت داروین هم که هست میگه اصلا خیلی بیشتر از اونا مشترکیم. بسیار خوب. بعد این جاه طلبی ما، البته اونا ممکنه نداشته باشن، این دیگه مال ما آدماست. میگه که اگر کسی خودش رو با این چیزا به واقع عادت بده، کم کم صفات بهیمی پیدا میکنه، صفات سبعی پیدا میکنه. البته توی دنیا معلوم نمیشه چی شده، اما توی آخرت همونی که هست پیدا میشه، همونی که هست آشکار میشه. ما اومدیم اینجا طبع حیوانی برای خودمون درست کردیم. همش فرض بکنید دنبال جمع‌آوری پول بودیم، خب مثلا شدیم مثل مورچه یا مثل خوک شدیم. همش دنبال زور و ظلم به دیگران بودیم، مثل گرگ شدیم. بعد میگه من به مسخ قائلم، اما این مسخ، مسخ ظاهری نیست. اراده و خنازیر که توی قرآن میگه قرار نیست که ما مثل میمون به لحاظ ظاهری و بدنی بشیم، اما در آخرت روحمون همچون چیزی میشه و واقعیتمون اینجوری میشه و اونجا خودشو بروز میکنه. منی که همیشه ظلم کردم گرگ صفت میشم. و مانند این بقیه هم یک یک معادل پیدا کرده توی حیوانات و پیش برده. بعد پیش میبره میگه که از همین دنیا فکر اون روز بکنید که حیوان محشور نشید و آدم محشور بشید. بحثی نیست که صالح و پاک باشید، میگه آدم محشور بشید. آدم محشور شدن منوط به این که تو این دنیا رو خودت کار کرده باشی و خصلت‌های انسانی برای خودت درست کرده باشی. حالا تو نتیجهش حرف بیشتری دارم. شرح عصر سومم که تسویلات نفس اماره و تدلیسات شیطان مکار و لعین نابکار است، همینطوری خلاصه هرچی از دهنش میاد به اینام میگه که شما چقدر شد دارید برای انسان کار خراب میکنید. اینجا هم میگه که شرح که میده میرسه به اینجا، میگه زاهد به نماز و روزه خرسند مباش، کین پشه به روزگار عنقا نشود. زاهد ار راه به رندی نبرد معذور است، عشق کاری است که موقوف هدایت باشد. میگه خیلی به نماز و روزتون ننازید. پشه مرتبش پشه بودنه. پشه هیچ وقت عنقا نمیشه، عنقای این اصطلاح مرغ افسانه‌ایه. میگه اگه شما مرتبه وجودیت این باشه که نور خدا تو قلبت نرفته، یعنی تو مرتبه پشگی میمونی، هیچ وقت عنقا نمیشه. خیلی زحمت نکش. اگر زاهد راه به رندی نبرد، رندی یعنی عرفان، یعنی قلندری، یعنی علم باطن، اگه به اینا راه نبرد عذر داره. عشق موقوف به هدایته و
باید یک نوری از اون بالا بیاد به قلب تو بتابد یقذفه الله فی قلب من یشاء تا تو عاشق بشی، عاشق حق بشی. شما معذور هستید چون اون نور به قلبتون نتابیده تا عاشق بشید و در این راه بیفتید. بعد میگه که نشوی بر نهاد خود سالار به نماز و روزه بسیار، زان که هرچه گرد برگردی زین هر دو روز تیره تر گردی. میگه که تو تا بر خودت سالار نشی، یعنی نفست افسارش دست خودت نباشه، دست شیطان داده باشی، و نماز و روزه آدم نمیشی. اول باید مسلط بر خودت بشی، بعد فکر برو سراغ نماز و روزه. اگر گرد ای دوتا بگردی فکر نکن، روزه تو هر روز تیره تر میشه. چرا؟ چون تو خودت اصلاح نکردی. بدون اصلاح نفس کار پیش نمیره. کسی که صرفاً رفته به عبادت ظاهری پرداخته اما خودش رو پاکیزه نکرده، این به جایی نمیرسه. این حرف تو فضای قرن 11 و 11 داره زده میشه، خیلی حرف انقلابیه که داره اونجا میزنه. بعد میگه که حالا نتیجه اینها رو به کوتاهی عرض میکنم. نتیجه این که جهل به نفس اگر کسی پیدا کرد نتیجهش چیه؟ توی فصل 4 میگه ظلمت دل، کوری بصر، بصر باطنی. دلت نمیبینه، چشمت کوره، چشم باطنت کور است. بعد میگه که برو بفروش این چشمی که داری، که در دیدن ندارد استواری. یکی چشم دیگر بی غش و بی عیب به دست آور برای دیدن غیب. و اگر میخوای غیب ببینی با این چشم ظاهر بین دنیوی نمیتونی ببینی، برو چشمتو بفروش، چشم غیب بین پیدا بکن تا داشته باشی. بعد برای گوشش هم همین میگه، شعر بسیار قشنگه، میگه گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، که این سخنها را نیابد گوش خر. میگه گوش خر، میگه برز مذرت، میگه تو چارپا شدی، گوش خرت یعنی تو برو گوشتو بفروش، یه گوش دیگری بخر، یه خر دومی خریدن، یه گوش دیگری بخر. این سخنها توی گوش خر فرو نمیره، این سخنها تو گوش تو فرو نمیره، این سخنها تو باید به یک مرتبه وجودی بالاتری بیایی تا بدونی لاهوتی هست، جبروتی هست، ملکوتی هست، غیبی هست، پشت این الفاظ هم یه چیزای دیگری هست تا بتونی کشف بکنی. گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، که این سخنها را نیابد گوش خر. این دومی دو تا گوش خر الاغ، یکیش گوش خریدنه توش. و بعد در مورد نتیجه به اصطلاح عصر دوم که متابعت شهوات و آرزوهای نفس و پیروی غرضهای دنیا بود، میگه که اگر کسی چنین بکند کور و گنگ میشه و با بهائم و حشرات محشور میشه. وقت اینجا ذکر میکنه، میگه که فکر نکنید ما مسخ نمیشیم. میگه من یه فیلسوفم، من به مسخ قائلم، ما مسخ میشیم، ما روحمون مسخ میشه، بحث بدن نیست. اگر با همون چیزی که خودت رو ساختی تو آخرت محشور میشی، همه تو رو اونجوری خواهند دید، روح تو اینه. اگر صفت شهوت بر وی غالب است به صورت خرس و خوک محشور میگردن، اگر صفت غضب و درندگی غالب است به صورت سگ و گرگ، اگر گزندگی و ایزا به صورت مار و عقرب، اگر دزدی و حیله به صورت موش و کلاغ، اگر تکبر به صورت شیر و پلنگ، اگر رعنایی و خرامیدن به صورت طاووس و کبک، اگر حرص و ذخیره کردن چیزها به صورت مورچه. این شمایی دارید انتخاب میکنید. میگه حیوانی رو که دوست داری انتخاب کن، تو با زندگی خودت، یعنی اگزیستانسیالیست هم اجمالا همین میگن، اما نه با این بیان زیبا. میگه تو با زندگی خودت داری صورت باطنی بعدی خودت رو ایجاد میکنی. میگه تناسخی که حق است، این تناسخ حقه که من قائلم، ملا صدرا میگه این باطل نیست و توضیحش رو دادیم. آخرین بحثش هم که بسیار قشنگه، فروع و نتیجه اون اصل سومه.
میگه که نتیجه تسویلات نفس اماره و مکاید قوت شیطانی نیز بسیار است، از جمله عذاب ابدی و خسران سرمدی است. و بعد میرسه به اینجا، میگه که شرط سالک آن است که از راه دل تنها نه از راه زبان طلب حق کند. میگه باید با دلت خدا رو بخواهی، نه صرفا لقلقه زبانت باشد، و از راه باطن پیروی قرآن و اهل پیامبر آخر الزمان نماید، نه به مجرد نقل و داستان از راه زبان. زان که این شعر را از مولاناست، زان که از قرآن بسی گمره شدند، زان رسن قومی درون چه شدند، مر رسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای بالا سر نبود، هر که را روی به بهبود نبود، دیدن روی نبی سود نبود. یعنی شعر ببینید، هر کسی میگه از قرآن کتاب هدایته، خود قرآن هم گفته، اما بعضیا برای بعضیا زلالت میاره. چطور زلالت میاره؟ برای این که بعضیا قرآن میخونن به چاه میفتن به جایی که به راه بیفتن. تو رسن نداشتی، تناب نداشتی، برای همین تو چاه افتادی. تو سودای سربالا نداشتی. سودای سربالا یعنی نگاه به افق، نگاه به ملکوت، نگاه به جبروت، نگاه به بالا، نه نگاه به پایین، نگاه به فرود است. چون همچون نگاهی نداشتی، قرآن رو هم با این نگاه خوندی، به چاه افتادی نه به راه. و بعد میگه که چون تو حالت خوب نبود، بهبود نداشتی، وقتی نگاه به پیغمبرم میکردی سود نبود. میدونی به لحاظ دینی نگاه به صورت اولیا ثواب داره، نگاه که میکنی به راه میفتی، اما تو باید خودت صدای سربالا داشته باشی، حالت مناسب باشه. تو وقتی به صورت پیغمبر نگاه میکنی برکت برات بیاره. بعد میگه که دیدن روی نبی برای تو سودی نداشت، چون تو قابلیتش رو نداشته که وقتی نگاه میکنی باید برکت ایجاد بشه. هرگاه دیدن شخص نبی بی آگاهی ضمیر و معرفت باطن مرکز را سود نداشته باشد، شنیدن حدیث وی از راه روایت بدون درایت به طریق اولا فایده نخواهد داشت، بلکه باعث چندین غرور و اعوجاج و زلال می‌گردد. چی میگه؟ میگه اگر نگاه وقتی تو حالت مناسب نیست و به رو صورت پیغمبر نگاه میکنی و برات برکتی نداره، به طریق اولا وقتی حدیث پیغمبرم نقل میکنی ولی تو درایت نداری، فهم و شعور نداری که توی حدیث چی نوشته، به جایی که حدیث نقل حدیث پیغمبر باعث هدایت تو بشه، به گمراهی بیشتر تو منجر میشه. بنابراین صرف نقل حدیث، صرف قرآن خوندن، صرف نماز و روزه گرفتن کسی رو به هدایت نمیرسونه. باید قبل از آن دل خودت را پاک بکنی، معرفت نفس پیدا بکنی تا بتونی از نماز و روزه و قرآن و پیغمبر و حدیث و ائمه و امثالهم بهره ببری.